سلام و درود به حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. به یه برنامه دیگه از نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. بامداد روز یکشنبه نیروی هوایی اسرائیل مواضعی رو در شهر هومس سوریه مورد حمله قرار داده و بمبارون کرده که گفته میشه توی این حملات دو تا از فرماندهان ایرانی سپاه قدس پاسداران هم زخمی و تحت تداوی شهید شدند. اما این همه ماجرا نبوده و خسارات زیادی هم به این پایگاه در هومس وارد شده. در ادامه هم خبرگزاری ها اعلام کردند که این حمله اسرائیل برای جلوگیری از حضور نظامی ایران در خاک سوریه هستش و اسرائیل هم به این خاطر حملاتش در خاک سوریه علیه مواضع ایران را افزایش داده. اما پاسخ ایران به این حملات چگونه خواهد بود؟ خبرهایی میرسه که میگه ایران قصد داره که پاسخ این حملات رو در اربیل به نیروهای موساد بده. با ما تا پایان همراه باشید تا این حملات و مقرهای اسرائیل رو در خاک عراق با هم بیشتر ببینیم و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. بعد از یه سری حمله که اسرائیل با پشتیبانی آمریکا در خاک سوریه علیه ایران انجام داد، انگار این تبدیل شده به یک باور برای اونها که ایران اقدام خاصی نخواهد داشت و انگار موشکایی که توی عین‌الاسد و اربیل نوشه جون کردن سیرشون نکرده. این چیر شدن ها کم کم اونها رو به این سمت میبره که حالا اگه ما توی ایران به سری نقاط حمله بکنیم ایران کاری نداره و اگه به داخل ایران هم حمله بکنیم کاری نمیکنه. اما اوضاع همیشه اینطور باقی نمیمونه. اسرائیل در طول بیش از یک دهه جنگ داخلی سوریه صدها بار این کشور را مورد حملات هوایی خودش قرار داده و نیروهای تحت حمایت ایران، حزب الله لبنان و مواضع ارتش سوریه را هدف قرار داده. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه که خودش در لندن مستقر گفته که دو تا شبه نظامی هوادار ایران که ملیت‌هاشون هنوز فاش نشده در حملاتی به مواضع نیروهای دولت سوریه و گروه‌های هوادار ایران کشته شده. این گروه اضافه کرده که موج انفجارها شهر هومس را لرزونده و یک مرکز تحقیقاتی هم بر اثر حمله دچار آتش سوزی شده. رامی عبدالرحمن مدیر گروه ناظر حقوق بشر در سوریه به خبرگزاری سوریه گفته که یک زاغه مهمات متعلق به نیروهای حزب الله لبنان در فرودگاه نظامی عزبه واقع در جنوب غرب هومس نابود شده و دو شبه نظامی هم بر اثر حمله به این زاغه مهمات کشته شدند. قبل از این خبرگزاری رسمی دولت سوریه سانا به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده بود که اسرائیل مواضع نظامیان سوری در شهر و استان هومس را هدف حمله هوایی قرار داده. این گزارش همچنین عنوان کرده که نیروهای دفاع هوایی سوریه چندین موشک اسرائیلی رو رهگیری و منهدم کردن، اما 5 سرباز سوری هم زخمی شدن و خسارات مادی هم به جا مونده. حمله قبلی منتسب به اسرائیل روز جمعه رخ داد و مواضعی در حومه دمشق هدف قرار گرفته. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا حالا توی دو تا بیانیه مجزا تایید کرده که 2 نفر از افسران این نهاد نظامی در حمله روز جمعه اسرائیل شهید شده. مقداد مهقانی جعفرآبادی و میلاد حیدری اسم این دو افسر عنوان شده که به گفته سپاه در مقام مستشار نظامی در سوریه حضور داشتند. وزارت خارجه ایران شهادت این دو سرباز رو اقدام متجاوزانه و جنایتکارانه دونسته و تاکید کرده که جمهوری اسلامی حق خودش رو در پاسخ به این اقدام اسرائیل در زمان و مکان مقتضا محفوظ میدونه. بیانیه دولت سوریه در مورد اون حمله اشاره‌ای به شهادت نظامیان ایرانی نکرده و فقط از زخمی شدن 3 سرباز ارتش اون کشور خبر داده بود. سپاه پاسداران در واکنش به شهادت میلاد حیدری گفته بود که اسرائیل پاسخ لازم رو خواهد گرفت. سپاه پاسداران در واکنش به شهادت مقداد مهقانی هم نوشته که اسرائیل تاوان اون رو خواهد داد. روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارونوت روز 12 فروردین نوشته که میلاد حیدری با عضویت در دستگاه اطلاعاتی سپاه از هدایت کنندگان عملیات ضد اسرائیلی از منشأ سوریه بوده. سوریه اعلام کرده که اسرائیل بامداد یکشنبه 13 فروردین هم اهدافی در استان هومس در غرب این کشور رو بمبارون کرده که 3 حمله منتسب به اسرائیل در کمتر از 4 روز بوده. رسانه‌های اسرائیل به منطقه هدف بمباران بامداد یکشنبه رو پایگاه هوایی که نیروهای نظامی ایران در اون حضور دارن عنوان کرده. بر اساس این گزارش ها از جمله پایگاه هوایی T4 در غرب شهر تدمر و پایگاه هوایی عزبقه در نزدیکی شهر القصیر که فاصله کمی تا مرز لبنان داره هدف قرار گرفته. توی بعضی از گزارش ها اسم پایگاه اشعیرات و یک پایگاه نظامی در شهر شین هم به عنوان مراکزی که در این موج حملات بمبارون شدن عنوان شده.
اما از مقرهای اسرائیل در اربیل بیخ گوش ایران که میشه گفت گوشت دم موشک‌های ایران هستش براتون بگیم. هرچند خبر وجود پایگاه اسرائیل توی اربیل ممکنه بعضی از ناظران رو شگفت زده کرده باشه، اما همچین واقعیتی حاصل یک رابطه دیرپا بین اسرائیل و کردها هستش. بعد از تأسیس دولت اسرائیل در سال 1948 کردهای خیلی زیادی مهاجرت به این کشور رو شروع کردن و همین حالا جمعیت اونها در اسرائیل به 300 هزار نفر میرسه. در میانه دهه 1960 اسرائیل ژنرال تزوری ساگی رو به ایران فرستاد تا کارزاری رو علیه عراق سامان بده، چرا که نیروهای عراقی در طول جنگ 1948 ضربات مرگباری به نیروهای اسرائیل وارد کرده بود. ماموریت ژنرال ساگی همچنین در بردارنده تقویت جنگ برای یک کردستان مستقل در عراق بود و او به ایجاد آموزش ارتش کردی کمک کرد. در گذر مبارزه کردها برای استقلال در عراق، اسرائیل مقادیر چشمگیری سلاح در اختیار اونها گذاشت. ساگی یک بار گفت که او چنان پیوند نزدیکی با کردها برقرار کرده بود که به عنوان یک میهن پرست کرد شناخته میشد. بعد از انقلاب 1979 در ایران کردها اهمیتی راهبردی برای اسرائیلی ها پیدا کردند، چرا که به عنوان یک وزنه متقابل در برابر حکومت ایران عمل میکردند که میتونست اون رو بی ثبات بکنه. همین مسئله به دشمنی رهبران ایران با کردها دامن زد، چرا که نگران اون هستند که اینان به اسرائیل یک جای پای عمیق محلی بدن. موساد شبکه‌ای از جاسوسان رو در منطقه کردستان عراق و همچنین جمهوری آذربایجان و بقیه نقاط مرزی ایران ایجاد کرد. در سال 2005 روزنامه یدیوتا هارونوت گزارش داد که کماندوهای پیشین اسرائیلی نیروهای کردی رو با تکنیک‌های ضد تروریستی آموزش میدن. سیمور هرش در سال 2004 گزارشی رو درباره چنین عملیاتی در مجله نیویورکر منتشر کرد. او نوشت عوامل اطلاعاتی و نظامی اسرائیل حالا به صورت پنهانی سرگرم کار در کردستان هستند. اونها واحدهای کماندویی کرد رو آموزش میدن و چیزی که برای اسرائیل اهمیت بیشتری داره اینه که در داخل مناطق کردی ایران و سوریه عملیات پنهانی انجام میدن. به گفته مقام‌های CIA در همین گزارش، جامعه اطلاعاتی آمریکا آگاهی گسترده‌ای از حضور اسرائیل در کردستان داره. در همین حال ادعا میشه که مأموریت‌های اطلاعاتی و حمله علیه اهداف ایرانی هم از پایگاه‌های اسرائیلی در کردستان از جمله همین پایگاه اربیل طراحی و اجرا میشه. یک ژنرال ایرانی اخیراً به یک رسانه یمنی گفته که دست کم دو نمونه از این پایگاه‌های اسرائیلی در کردستان عراق وجود داره. بدین ترتیب به پایان این برنامه از حاشیه نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.